مصدق تا بن دندان اعتقاد به آزادی و حاکمیت ملی داشت و معتقد به استقلال بود و میدونست که در جوامع استبداد زده حکومت استبدادی و دیکتاتوری لاجرم میغلطه به دامن قدرت‌های خارجی و استعمارگر. دکتر مصدق میخواست جامعه ایرانی بتوانه یک قدم به سوی استقلال، آزادی و زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه برداره. اهل گفتگو بود، اهل خدمت شما مماشات بود، اهل تعامل بود. خواسته خدمت شما هر سبت که فراتر از اینها نداشت، نه شورشی بود، نه انقلابی بود، نه اهل ستیز بود، آدم متعادلی بود. ولی متعادل ها تحمل نمیشن در بنده. افزون بر آزادی قلم، دولت مصدق از آزادی‌های اجتماعی همواره دفاع می‌کرد. وی در پاسخ به روحانیون و فداییان اسلام درباره محدود کردن آزادی‌های اجتماعی اعلام کرد: برخی از روحانیون از من می‌خواهند حجاب اجباری برقرار بکنم. من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد. با توجه به مردان نیکی که حاکم بودند، همشون دست پاک داشتن، خیلی مردان خدا بودن، عدالت طلب بودن، آزادی خواه بودن، استقلال طلب بودن و اینها. خب شرکت های فراملیت نفت به این نتیجه رسیدن که اگه این دولت آزاد باشه و کودتا شکل نگیره، این به زودی از ژاپن جلوتر خواهد افتاد. به ویژه که با کمک درآمد نفت خیلی موفق بود. ارتش، بخشی از ارتشی که در حال به کودتا پیوسته بود، با اوباش در حال به خیابان‌ها آمدند و نهایتاً منزل دکتر مصدق رو در واقع اشغال کردند، تخریب کردند. خود من در حال در خیابان مولوی که منزلم بود کاملا شاهد بودم که همین اوباش با بعضی از همین نظامیان که اسلحه به دست داشتن، با بعضی از فواحشی که در حال سوار ماشین بودن، همه همین شعارها رو تکرار میکردن و در حال زمینهای کودتا رو با یک چین هرج و مرجی فراهم کردن. بلافاصله آیت الله کاشانی، حتی نواب صفوی که اسناد نشون میده که این تبریک گفتن. تمام نیروهایی که در کودتا شرکت داشتن امیدشون این بود که به این وسیله، یعنی با کودتا و انداختن مصدق، نقش شاه رو در سیاست ایران تقویت میکنن. Having participated in the coup, he realized he had greatly delegitimized the monarchy. And from then on, what he often did and various political somersaults of the Shah was trying to actually regain some form of legitimacy. Unfortunately for him, the things he did to get legitimacy further undermined his position. So over the years, basically, his actions to get legitimacy ended up actually alienating more people and losing more of his little legitimacy he had. The
و بعد از اونم که علم که دوست نزدیک خودش بود او رو نخست وزیر کرد، به فکر انقلاب سفید افتاد. این انقلاب سفید آغاز استبداد جدید بود در ایران. استبداد نه دیکتاتوری تموم شد. شاه پایگاه های اجتماعی خودش رو حذف کرد، برای اینکه فقط فاعل مایسا و قادر و حاکم مایوریت. در نبود این مشروعیت ما وارد فاز یک جنبش اجتماعی شدیم. جنبش های اجتماعی این گونه شکل میگیرم که حالا درون جامعه به هر بار بحث صورت میگیره، اجماع اجتماعی شکل میگیره. اجماع اجتماعی سر در حقیقت استبداد مطلق پهلوی ها بود و پهلوی بود و محمد رضا شاه بود. وقتی شما مطبوعات رو در واقع مصادره میکنید، وقتی شما رادیو تلویزیون رو مصادره میکنید، وقتی که شما اتحادیه ها رو و سندیکا ها رو و هر گونه جمع و گرد همایی رو مصادره میکنید و اجازه نمیدی، اون شاخک های حسی رو بریدی. وقتی شاخک های حسی بریده میشه و دورتان یه سری آدم بلگو و چاپلوس گرفتن، این در واقع ارتباط رأس هرم رو وضعیت جامعه قطع میکنه. و وقتی که این رابطه قطع میشه، اون اتفاقات که اون پایین میفته، اون جوششی که داره اون پایین اتفاق میفته، اینا از دید رأس هرم مخفی میمونه تا موقعی که به حالت انفجار میرسه. موقعی که شاه در آبان سال 57 در اون سخنرانی معروفش میگوید من صدای انقلاب رو شنیدم، اتفاقا من بازیگان اون موقع هم در زندان بود، مقدم دیداری با او داشت و میگوید که شاه چنین مطلبی رو مطرح کرده، مهندس بازرگان همین جمله رو که معروفه too late پیام به شاه برسونید که دیر این پیام مطرح کردید. بله، ما میپذیریم که الان شرایط بسیار اسفبار هست، بسیار اسفبار هست، ولی این وضعیت اسفبار هم ریشش رو در کودتای 28 مرداد و ساقط شدن دولت ملی میدونیم. اگر بخواییم بحث رو در این نقطه تمام بکنیم، من خواهم گفت که اجماعی که در آستانه انقلاب بهمن در ایران علیه غرب و علیه شاه شکل گرفت، محصول مستقیم اقداماتی است که در کودتای 28 مرداد شکل گرفت و سیاست هایی که از 28 مرداد تا مرداد 42 در ایران طی شد.